اشرف غنی فرمان خود برای تجزیه وزارت مالیه را پس گرفت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمد به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. اشرف غنی فرمان خود برای تجزیه وزارت مالیه را پس گرفت. سرپرست وزارت مالیه گفت، رئیس جمهور گفت که در آن زمان ضرورت احساس می شد که برخی بخش های وزارت مالیه مستقل شود، اما حالا نیاز نیست که این کار انجام شود. به نقل از روزنامه اطلاعات روز، وزارت مالیه افغانستان اعلام کرد که فرمان محمد اشرف غنی مبنی بر تجزیه این وزارت لغو شده است. عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه که امروز دوشنبه 18 حمل در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد که محمد اشرف غنی تا یک فرمان جدید تمام صلاحیت های وزارت مالیه را به خود این وزارت سپرده است. این فرمان روز گذشته صادر شده است. سرپرست وزارت مالیه گفت، رئیس جمهور گفت که در آن زمان ضرورت احساس می شد که برخی بخش های وزارت مالیه مستقل شود، اما حالا نیاز نیست که این کار انجام شود. آقای ارغندیوال افزود که آقای غنی گفته بود که این فرمان در زمان صادر شده بود که نیاز بود، اما حالا این کار نیاز نیست، بنابر این فرمان دیروز لغو شد. او علاوه کرد که مسائل بودجه، گمرکات و عواید ارکان اساسی یک وزارت مالیه است. فعلا هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد. تمام کارهای وزارت مالیه از طریق وزیر مالیه از این پس ادامه خواهد یافت و هیچ ارگان دیگری در آن مداخله نخواهد داشت. اشرف غنی حدود 2 ماه قبل فرمان مبنی بر تغییرات اساسی در وزارت مالیه صادر کرد. بر اساس این فرمان قرار بود 3 حوزه وظیفوی اصلی وزارت مالیه، یعنی عواید، گمرکات و خزانه‌داری و بودیجه، به عنوان واحدهای مستقل از وزارت مالیه جدا شده و مستقیما به دفتر رئیس جمهور از طریق ریاست عمومی اداره امور گزارش دهند. انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا با تازگی مقاله تحت عنوان وزارت مالیه افغانستان چگونه تجزیه شد منتشر کرد. از سوی هم این اقدام اشرف غنی واکنش گسترده ای را در میان شهروندان و متخصصان امور به دنبال داشت. و در عین حال وزارت مالیه کشور می افزاید 6.6 میلیارد افغانی برای مبارزه با کرونا اختصاص یافته است. آقای زدران افزود که از این میان 2.5 میلیارد افغانی آن به ولایت ها اختصاص داده شده است. با گفته او تا کنون برای 10 ولایت پول فرستاده شده است. و نقل از اطلاعات روز، وزارت مالیه کشور اعلام کرد که حکومت مبلغ 6.6 میلیارد افغانی را برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده است. عبدالحبیب زدران معین مالی وزارت مالیه که امروز دوشنبه 18 حمل در یک نشست خبری مشترک با عبدالهادی ارغندیوال سرپرست این وزارت صحبت میکرد، گفت که حکومت برای مبارزه با کرونا آمادگی کامل دارد و 6.6 میلیارد افغانی را به آن اختصاص داده است. آقای زدران افزود که از این میان 2.5 میلیارد افغانی آن به ولایت ها اختصاص داده شده است. با گفته او تا کنون برای 10 ولایت پول فرستاده شده است. او همچنان گفت که وزارت مالیه با کشورهای تمویل کننده هم در تماس است که کمک هایش به افغانستان را افزایش دهند. در همین حال ناهید سرابی معین پالیسی وزارت مالیه اطمینان داد که شرکای بین المللی افغانستان و کمک هایی که از طریق بودجه ملی به مصرف می رسد متعهدند. خانم سرابی افزود که حکومت افغانستان برای جلب کمک بیشتر با بانک انکشاف آسیایی در حال مذاکره است. آنان آمادگی های خود را برای کمک اعلام کردند. این در حالی است که تاکنون 367 نفر در 23 ولایت کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. از این میان 18 نفر بهبود
و 11 نفر دیگر آنان جان دادند. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.